در زمان حضرت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه فصاحت و بلاغت و متد بالای از گفتار و نطق و اینها بالا بود، رایج بود. خداوند تبارک و تعالی به حضرت رسول صلوات الله علیه قرآن را به عنوان معجزه فرستاد. بزرگترین معجزه حضرت رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه قرآن کریم که عربها با اون همه گراف بالای از فصاحت و بلاغتی که داشتن در مقابل قرآن پیغمبر عاجز بودن. خداوند اینها را به چالش کشان، اینها را چلنج داد، گفت و به صورت مثلی، شما یک سوره از قرآن به اندازه سوره کوثر که کوتاه‌ترین سوره قرآن کریم شما هم بسازید و بیاورید. در طول 23 سال پیامبری پیامبر اکرم صلوات الله علیه کسی به اندازه یک سوره کوثر انا اعطیناک الکوثر هم ساخته نتوانست، یعنی عاجز آمدن، ناتوان بودن در مقابل معجزه رسول صلی الله علیه وسلم که قرآن باشه. از این 3000 یا 1200 یا بالاتر یا کمتر معجزات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، چند معجزه را علما ذکر کردن. یکی همین معجزه شق القمر بود. معجزه شق القمر که شق القمر یعنی دوپاره شدن و دونیم شدن مهتاب به اشاره انگشت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. حضرت خداوند تبارک و تعالی می فرماید اقتربت الساعه و انشق القمر. قبل از وقوع قیامت یک معجزه نشانه از رسول صلوات الله علیه دیده میشه که او انشقاق القمر باشد، یعنی دونیم شدن مهتاب به اشاره انگشت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. همین که مه دونیم شدم، اینها گفتن که این یک جادوی از محمد است که سر زده، یعنی حضرت پیغمبر گفتن جادوگر بود. بعد در میان یک دیگر گفتن انتظروا ما تأتیکم به السفار، گفتن باشید منتظر بمانیم که کاروان در راهن، کاروان وقتی که برگردن از اونها میپرسیم، اگر اونها گفتن که ما امشب ماه را دونیم دیدیم، بعد ما هم قبولش میکنیم. چرا؟ جادو همون چشمبندی شد. یکی دو نفر، 10 نفر، 20 نفری که در محضر پیغمبر حضور دارن شاید چشمبند شده باشن. اونهایی که دور از پیغمبر بودن از سفر برمیگردن، از اونها میپرسیم. فَإِنَّ مُحَمَّدًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ، کل دنیا را که جادو کرده نمیتونه. فجاء السفار فقالوا ذاك، میگن وقتی کاروان برگشتن همه شهادت دادن که ما دیدیم که ماه امشب دونیم بود، به برکت به اثر اشاره انگشت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. حالا بخش دومش درباره معراج. خداوند میفرماید سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. در یک شب حضرت پیغمبر در یک لحظه از شب از بیت الله به بیت المقدس سفر میکنند و از بیت المقدس هم به فوق آسمان ها تا قاب قوسین او ادنا میرسن، حتی به جای میروند که جبرئیل امین هم اونجا دسترسی ندارد. میگوید اگر پر بزنم پرم میسوزد، چون نوران این سرعت نوری حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. حضرت پیغمبر با سرعت نوری که خدا به او داده بود، همین جسم خاکی پیغمبر با نورانیت و روشنیش از مهتاب هم بالاتر، از خورشید هم بالاتر، از افلاک هم بالاتر می رود.
از ملائک یعنی فرشتگانی که خودشان سرشتشان از نور الهی است، ملائک خلقتشان از نور، از ملائک هم بالا میره. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم این معجزه حضرت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه است که مولانا جلال الدین بلخی رحمت الله علیه معراج را عجب تفسیر میکند در رابطه با اینکه حضرت پیغمبر با معجزه خودش حتی بالاتر از جبرائیل امین که جبرائیل در انتظارش نشسته بود، یار من در مکتب و من در سر راه منتظر، منتظر باشم که یارم با کتاب آید برون، من جبرائیل در انتظار نشستم که رسول الله صلی الله علیه وسلم از مکتب الهی بیرون براید، این جسم خاکی که بر افلاک نشسته و بالا رفته بیرون بشه، جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان طور آمد عاشقا، کوه مست و خر موسی صعقا. وقت عشق آمد روح سبک میشه، روح خفت پیدا میکنه، روح پرواز میکنه، یعنی تجلی جمال الهی بر وجود نورانی رسول صلوات الله علیه و درخشش تابش آذرخش وجود پروردگار عالم جسم خاکی پیغمبر صلوات الله علیه را بالا میبره، از فرشته هم بالا میره، جسم خاک از عشق بر افلاک. عشق چون بر جان فتد دیگر کند، رمز صوفی غنچه ها پرپر کند، غنچه ها را میشه گفت که حضرت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه را شگوفا ساخت. لذا معراج دومین معجزه بزرگ، از جمله بزرگترین معجزات حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معراج پیغمبر. آنچه که از ذخیره احادیث و گفتار گوهرباری که بر ما رسیده و ما باید به با اون عمل کنیم، گفتار همچنین موجود مقدسی است به نام محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. حضرت مولانا جلال الدین بلخی رحمت الله علیه می فرمایند که آن که پارا در رهی کوشش شکست، در رسید و را براق و برنشست، حامل دین بود و محمول شد، قابل فرمان بود و مقبول شد، تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. خیلی بالا رفته، تا امروز دنیا متأثر از خورشید بودند، دنیا متأثر از تأثیرات سیارات و ثوابت و ستاره بودند، اصلا مردم نحس شومی سعادت خوشبختی را از نظام شمسی می دانستند، اما هم از روزی که پیغمبر مبعوث شد دیگه همه منظومه معکوس شد، همه در اختیار رسول صلوات الله علیه قرار گرفت، با انگشتش مهتاب دونیم میشه و در اختیار فرمان حضرت رسول صلوات الله علیه، چون مستقیما رابطه فوق العاده برقرار کرد با حضرت پیغمبر، حتی نیازی به جبرائیل امین هم ندارد. حالا تا کنون فرمان پذیرفتی ز شاه، بعد از این فرمان رساند بر سپاه. دیگه مستقیما از اونجا با دستور فوق العاده از بالا هدایت میگیره حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه. تا امروز حامل بوده، حالا محمول شده. تا امروز ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مخيلا. خداوند گفت که بار گران و سنگینی بر شما گذاشته شده یا رسول الله، اما حالا اینقدر سبک شدی، بارت سبک شده،
الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اور اسمت بلند شده رونقت را روز روز افزون کنم نام تو بر زر و بر نقره زنم. خداوند میگوید که روز به روز بالا میشی و لسوف يعطيك ربك فترضى. این قدر خدا میدهد به تو خوش میشی. به حضرت رسول صلی الله علیه و آله حالا سنگینی نمیکنه، حامل بودی حالا محمول شدی. تا کنون اختر اثر کردی درو بعد از این باشد امیری اخترو. گر تو را اشکال آید در نظر پس تو شک داری در آن شق القمر. کرده ای تأویل حرف بکر را خیش را تأویل کن نذکر را. اونهایی که منکر معراجن میگه تو خودت را تأویل کن، ذکر قرآن و پیغمبر را تأویل نکن. کاروبار انبیا و مرسلون هست از افلاک و اخترها برون. کار پیغمبر بالاتر از این نظام هستیز از اختر و افلاک بیرون میشه. ماه عرص آسمان را در شبی میبرد اندر مسیر و مذهبی. چون به یک شب محبوری دبراج را از چی منکر می شوی معراج را. در یک شب ماه برجه های دازدگانه را طی می کند که شک نمی کنی حضرت پیغمبر در یک شب معراج را طی کرده، چرا شک می کنی که نباید شک بکنه؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم نور شدن و بالا رفتن و معراج را طی کردن. صد چو ماه است ای عجب در یتیم کی به یک ایمای او شد مهدونیم. این در یتیم حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه جوهر یکتا در یکتای گرانبها از هزارها ماه بهتره. کی به یک ایمای او شد مهدونیم، با یک اشاره حضرت رسول صلوات الله علیه ماه دونیم میشه، ماهی که سراسر نور دونیم میشه. لذا جای انکار کردن نیست. و سومین معجزه حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه را آوردن که فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون. میگن یک روز امام قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر جامع الاحکام نوشته و امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح خودش نقل کرده، در صلح حدیبیه در مقام حدیبیه مردم همه تشنه شدن، اصحاب پیغمبر یاران پیغمبر تشنه شدند. یک در پیشروی پیغمبر یک آفتابی کوچک از آب گذاشته بود و که وضو می گرفت به خاطر وضو. مردم محضر پیغمبر آمدن گفتن یا رسول الله لیس عندنا ماء نتوضع به ولا نشرب الا ما في ركوتك. غیر از همین آفتابی آب آفتابی شما ما هیچ آب دیگری برای نوشیدن و وضو گرفتن نداریم. میگن حضرت پیغمبر همه لشکر را جمع کردن فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون. پیغمبر دست مبارک را به سر همین آفتابه گرفتن، از آفتابه مثل چشمزار آب جاری شد. این همه مردم از آب آفتابه رسول صلوات الله علیه وضو گرفتن و نوشیدن که هنوزم تمام نمیشد. میگن پرسیده شد که کم کنتم یوم ایدین، در همون روز شما چقدر مردم بودید؟ میگن در جواب گفته شد که لو کنا مئت الفین لکفانا کنا خمس عشر مئه. ما اگر یک لک نفر می بودیم هم از این یک آفتابه می توانستیم آب وضو بگیریم. حالا که ما 15 خمس عشر مئه، ما 1500 بودیم، ما 1500 بودیم، اگر یعنی 1500 بودیم، اگر یک لک نفر هم می بودیم از همین آب آفتابه وضو می گرفتیم، می توانستیم وضو بگیریم به برکت انگشتان مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. خداوند تبارک و تعالی همه
درودها و صلوات و رحمات خود را بر روحانیت رسول سرازیر بگرداند. اللهم صل علی محمد عبدک و رسولک و صل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.